غربی مهلک عبدالحمید خراسانی به حسیب قوای مرکز. بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان. در مورد مکتوب استخبارات به صرافان چیزی نمیدانیم. بینندگان گرامی، درود و سلام بر شما. مشروع اخبار. بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان. در مورد مکتوب استخبارات به صرافان چیزی نمیدانیم. 8 صبح کابل. بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان میگوید که از صدور مکتوب به صرافان از سوی استخبارات این گروه اطلاعات ندارد و در زمینه این مکتوب با بانک مرکزی هماهنگی صورت نگرفته است. این بانک روز یکشنبه دهم میزان با نشر خبرنامه‌ای نوشته است. قسمی که مستحضر هستید، از روز گذشته مکتوبی که ظاهرا از سوی اداره استخبارات ریاست 041 صادر شده باشد، در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود که گویا صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی مبادله و انتقال مبالغ اسعاری را نباید انجام دهند. در زمینه این مکتوب با ده افغانستان بانک هماهنگی صورت نگرفته است. در خبرنامه آمده است که رسیدگی به این موضوعات از مسئولیت های بانک مرکزی بوده و هر گونه فیصله در قبال سکتور مالی و بانکی، چگونگی استفاده از اسعار خارجی و نحو مبادلات از مجرای این بانک ها با در نظر شده قوانین صورت می گیرد. این بانک از صرافان، عرضه کنندگان خدمات پولی و شهروندان کشور خواسته است تا معاملات خود را در چارچوب قوانین بانکی انجام دهند. این در حالی است که طالبان طی دو روز در فاصله اندک دو مکتوب متفاوت در مورد استفاده از عرضه کردار در بازار شهر غزنی و دیگر ولایات کشور صادر کردند. این مکتوب ها از سوی استخبارات طالبان به اتحادیه عمومی صرافان افغانستان فرستاده شده است. در مکتوب اول به صراف ها و مراکز تبادله پول دستور ممنوعیت استفاده از عرضه کردار را داده بودند، اما چاشت امروز دوباره اعلام شد که تا امر ثانی استفاده از کردار در معاملات مشکل ندارد. طبق یک خبر دیگر، ضربه مهلک عبدالحمید خراسانی به حسیب قوای مرکز. عبدالحسیب نبرد می نویسد. حقیقت این است که عبدالحمید خراسانی ممثل خوبی است، اما ممثل پول و مادیات. در این قدر مدت خراسانی با جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر کار میکرد و به حیث خبر رسان جبهه ایفای وظیفه کرد، اما در بدل پول انگفت. بعد از شهادت قماندان صاحب خان ملک دره و قماندان صاحب محمد یار در نبردهای اخیر پنجشیر، مزدش را قطع کردند و بالاخره مجبور شد کابل بیاید. کابل هم به امر خلیفه شان عاجل و در بدل پول دست به دستگیری جوانان پنجشیری می زد و در چندین روز گرفتاری های شخصی که مخارج تیل موتر و اعاشه محافظانش از طرف شبکه حقانی داده می شد، 9 تن از جوانان پنجشیری را به جرم همکاری جبهه مقاومت ملی دستگیر کرد. 4 تن آنها را به واسطه و شناخت رها کرد، اما 4 تن دیگر را به ریاست 40 امنیت ملی طالبان سپرد و 1 تن دیگر هم در زندان شخصی خودش در خانهش زندانی است که یکی از رفیقهای حسیب قوای مرکز می باشد. قصه این دشت فطرت زیاد است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید.